اعتراض مجلس نمایندگان از کشته شدن 17 غیر نظامی در ولایت قندهار از سوی یک سرباز آمریکایی. خواست یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تحقیق در مورد پول‌های به هدر رفته در افغانستان. متهم شدن رئیس جمهور کرزی به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور. اظهارات نخست وزیر پاکستان در مورد دوسیه مالی آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور. و کشته شدن بیش از 10 تن در اثر یک آتش سوزی در ترکیه. سلام، با رویدادهای خبری این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. گوینده احمد شفیق محمدی. مجلس نمایندگان در واکنش به کشته شدن 17 تن از باشندگان ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار توسط یک سرباز آمریکایی جلسه امروز خود را به شکل اعتراض تعطیل کردند. اعضای مجلس این عمل سرباز آمریکایی را جنایت نابخشودنی توصیف نموده خواهان آن شدند تا این سرباز به صورت علنی در افغانستان محاکمه شود. آنان همچنان هشدار دادند که در صورت ادامه این روند سرنوشت آمریکا به مانند شوروی پیشین خواهد شد. در همین حال آیساف واناتو از تحقیقات جدی در این مورد خبر می‌دهند. در حالی که دو شب قبل یک سرباز آمریکایی ساعت 2 بجه شب 17 غیر نظامی را در منطقه زنگ‌آباد ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به ضرب گلوله به قتل رساند، مجلس نمایندگان جلسه امروزی خود را به شکل اعتراض تعطیل نمودند. اعضای مجلس این عمل سرباز آمریکایی را عمل وحشیانه توصیف نموده و با صدور قطعنامه خواهان محاکمه علنی این سرباز در داخل افغانستان شدند. این برای پارلمان افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نهایت در داور است. یک بار نیست باردار در افغانستان تکرار یافتند. این را به شدترین الفاظ ما این را تحبیل و محکوم میکنیم. جدن میخواهیم که دولت آمریکا عامل قضیه را هر چه زودتر به سزای اعمالشان به سزای اعمالش برساند و در محکمه علنی در حضور و دید مردم افغانستان محاکمه نماید. افغانستان خلق و صدی وحشیانه در خطاب کرده و خود سرکنه شما جسری وحشیانه دویدی اصلی وحشیان کدوی کدای دی بشر خلاف عمل کدوی کدای احر همه اوزا چیزوی دی بابولی دیگه سرکنه هم کدوی کدای. اعضای مجلس همچنان هشدار دادند در صورتی که سربازان آمریکایی به این اعمال خود در افغانستان ادامه بدهند با سرنوشت شوروی پیشین مواجه خواهند شد. پر خارج از وکونو باندې مردا ژکو زده دغه عمل سلاس واخی کناخی تاسو به د خبرګون سره مخ مخ سي چې تاسو په وړاندې په ټول ملت او د ملت ټول استازي ودرېږي او تاسو به دا په دا شکل باندې د افغانستان وشړي لکه روسان چې بشړلې دي. دا د معذرت غوښتنه خبره نه ده. تر څو پورې به دوی د موږ په ملک دا وحشانه عمل کوي او غای بارک اوباما به بیا د دې معذرت غواړي یا جان هالند به بیا د دې معذرت غواړي تر څو پورې به دې بیبرکا کوپارو سره منګه دا د سروینه په خپلو لاسونو کې راټولو. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان در حالی که این عمل نیروی خارجی را محکوم نموده میگوید حکومت افغانستان باید این مسئله را به صورت جدی بررسی نماید و هشدار داد در صورتی که این قضیه بررسی نشود عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. در مورد حوادثی که عمدی مردم بیگناه به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن، به مردم ما معلومات بدن، مردم در جریان قرار بگیره تحقیقات چی شد، نتایجش به کجا رسید و کسایی که عاملین از جنایات بودن با اونا چی صورت گرفته. در غیر از او اگر معلومات به مردم نرسه طبعا مردم در برابر از او تو اعمال اکثر عمل نشان میتن. از سوی دیگر مقامات نیروهای آیساف و ناتو در افغانستان میگویند آنان این قضیه را به صورت جدی با مقامات افغان بررسی میکنند. این یک حادثه دلخراش برای ما بود. آیساف این واقعه را به گونه جدی پیگیری کرده و طبق قانون این سرباز را به محاکمه خواهد کشاند و ما به مردم افغانستان از این مسئله اطمینان میدهیم. منشی عمومی ناتو شوک و اندوه خود را در مورد حادثه قندهار اظهار می دارد. حادثه‌ای که بر اثر آن کشته و مجروح شدن چندین تن به شمول زنان و کودکان گزارش شد.
together with the alliance's Afghan partners. از سوی دیگر در اطلاعی که در وبسایت سفارت آمریکا در افغانستان منتشر شده آمده است، سفارت آمریکا در کابل به شهروندان آمریکایی در افغانستان هشدار می‌دهد که در نتیجه تیراندازی تأسف‌باری که در ولایت قندهار رخ داد و یکی از خدمه‌های آمریکایی در آن دخالت داشت، تهدید تحریک احساسات ضد آمریکایی و تظاهرات به ویژه در ولایت شرقی و جنوبی در روزهای آینده وجود دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کرزی گفته است که دولت وی مصمم است با سرعت در مورد کشته شدن غیر نظامیان افغان در قندهار تحقیق و افراد مقصر را بازخواست کند. آقای اوباما در این تماس تلفنی ضمن تسلیت به آقای کرزی و تاکید بر احترام عمیق خود را برای مردم افغانستان اظهار داشت که از شنیدن خبر این واقعه شوکه شده است. در واکنش جداگانه لئون پانیتا وزیر دفاع آمریکا نیز با تسلیت گفتن به خاطر کشته شدن غیر نظامیان افغان توسط یک سرباز آمریکایی تاکید کرد که افراد مقصر در این اقدام محاکمه خواهند شد. آقای پانیتا با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن این خشونت گفته است تحقیقات کامل در مورد این واقعه آغاز شده است. شماری از اعضای کنگره آمریکا خواهان آن شدند تا در مورد پول‌های کمک شده ایالات متحده آمریکا به افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرد که آیا رئیس جمهور کرزی از این پول ها به نفع خود و یا خانواده خود استفاده کرده است یا خیر. دانا رورا بکر یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا این خواست را در حال کرده است که مجلس روی بودجه پیشنهادی این کشور بحث میکند که در آن کمک 2.5 میلیارد دلاری برای افغانستان نیز در نظر گرفته شده است. در همین حال شماری از اعضای مجلس نیز تاکید میکنند که بیشتر پولهای کمکی خارجی در حکومت افغانستان حیف و میل می شود. فساد اداری در افغانستان از جمله چالش‌های بزرگی است که مردم و حکومت افغانستان را نزد جامعه جهانی به اعتبار ساخته است. دانا رورا بکر یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا از یک اداره فدرالی کشورش خواسته است تا این را دریابد که آیا پول‌های کمک شده کشورش به افغانستان به نفع رئیس جمهور کرزی و یا خانواده او استفاده شده است یا خیر. در نامه‌ای که این عضو مجلس به رئیس دفتر حسابدهی آمریکا فرستاده آمده است، حیف و میل شدن پول مالیات دهندگان آمریکایی توسط رهبر کشوری که آمریکا دلیرانه با مردمان کمک میکند باید متوقف شود. تهیه گزارش کامل درباره پول کمک های خارجی آمریکا که از آن اعضای خانواده حامد کرزی سود بردن یک ضرورت عاجل است. زمان آن فرا رسید تا به طور مستند و دقیق بدانیم که حکومت کابل تا چه حد صادق نیست و چه مقدار پول را ما در آنجا ضایع میکنیم. ادعای این عضو مجلس نمایندگان آمریکا بعد از آن صورت گرفت که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی از کابل بانک قرضهای بدون ربح به دست آورده است. شک و تردید وجود دارد که مقامات حکومتی و مقامات کابل بانک از پولی که برای مصارف نیروهای آمریکایی و ائتلاف به افغانستان سرازیر شده بود سوء استفاده کردند. در همین حال شماری از اعضای مجلس با انتقاد از موجودیت فساد در حکومت افغانستان میگویند که بیشتر پولهای کمکی از سوی مقامات به در میروند. کمک‌هایی که از طرف آمریکا و جامعه جهانی که در عرصه بازسازی و صورت گرفته اکثرا در فساد اداری آغشته بوده، چی در سطح خارجی و چی در سطح داخلی. څو کمکونه چې په افغانستان کې شوې دي او دین سترګې نشو پټولای چې په افغانستان کې اداري فساد پر وړ چکه کچشته دي. اما په دې فساد کې هم نړیوالم پاتې نه دی راغلی. موږ دین خبریګو او داسې اورو چې په ځینو قراردادونو کې دی مستقیمن لاس لري او دوی هم په دې فساد کې ککړ دي. از سوی هم شماری از باشندگان پایتخت بانک از موجودیت فساد اداری پیش از حد در ادارات دولتی افغانستان شدیداً ابراز نگرانی دارند. میگویند رئیس جمهور کرزی خود باید در این زمینه توجه جدی نماید، زیرا این مسئله باعث آن شده تا اداره افغانستان اعتبار خود را نزد مردم و جامعه جهانی از دست بدهد. چی حال است؟ غیر جزی گرگی و دیگر تمام باید میرند و سویدی جور میکنند، امریکا جور اوسود خارج میبره کل پیسه را. یک سرک چهار قلال هیچ جز نمیکنند. این که کمک هایی که میشه در افغانستان نگمی به توسط همی قماندان های صلاحمند هایی که هست که پس خارج میشه و گم میشه پیسه های. پیسه کجا میشه؟ کلشان نجیبشان میندازند، بلند منزل آباد میکنند، در دوبایر بلدنگ آباد میکنند، سرمایه گذاری در خودشان میکنند. اولاد های هر کدامشان سک اولاد غریب نه مکتب خوانده میتونه نه درس نه دیگه. از یاش کلگ اولادایشون در
چی هستن؟ خارج هستن؟ فساد اداری در دستگاه افغانستان به حدی حاکم شده است که این مسئله روابط میان کابل و واشنگتن را شدیداً آسیب زده است. روزنامه نیویورک تایمز چند پیش گزارش داد آنچه که روشن است این است که فساد فراگیر جداً مانی استراتژی جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان شده است، تا جایی که ساختن اداره کرزی به حیث یک بدیل قابل اعتبار به عوض طالبان با آن وابسته می باشد. تا زمانی که مشاورین ناتو از امنیت سالم برخوردار نشوند دوباره به وزارتخانه های افغانستان بر نخواهند گشت. سخنگوی ایساف با بیان این مطلب میگوید که در حال حاضر حضور این مشاورین در وزارتخانه های افغانستان لازم نیست. از سوی هم سخنگوی ایساف از عدم توانی نیروهای امنیتی افغان برای نگهداری مسئولیت های زندان بگرام در حال حاضر خبر میدهد. درست چند روز پس از بی‌حرمتی نیروهای آمریکایی به قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام، دو تن از مشاورین ارشد آمریکا در داخل ساختمان وزارت داخله با ضرب گلوله کشته شدند. سخنگوی ایساف در یک نشست خبری میگوید تا زمانی که اطمینان لازم برای حفظ جان مشاورین ناتو به دست نیاید، حضور فیزیکی این مشاورین در نهادهای حکومتی افغانستان لازم نمی باشد. و این افزایت ایساف به گونه مشترک با حکومت افغانستان در جستجوی راه حل برای چگونگی امنیت مشاورین خارجی هستند. تا زمانی که همه جوانب برای حفظ مشاورین خارجی در نهادهای حکومتی افغانستان در نظر گرفته نشود، حضور فیزیکی آنان در این نهادها لازم نمی باشد. ما مشترکاً با حکومت افغانستان در حال پیدا کردن راه حل به این منظور هستیم. در این حال سخنگوی ایساف از عدم توانایی کامل نیروهای امنیتی افغان برای نگهداری مسئولیت‌های زندان بگرام، جایی که چندی پیش تفاهم‌نامه انتقال آن از حکومت آمریکا با دولت افغانستان به امضا رسید، سخن گفته می‌افزاید برای توانمند ساختن نیروهای افغان برنامه‌های آموزشی روی دست گرفته شده و با ختم این برنامه‌ها آنان قادر خواهند بود تا کنترل کامل این زندان را بر عهده گیرند. ما اطمینان داریم که نیروهای امنیتی افغان به مرور زمان این توانایی را خواهند داشت تا پذیرش مسئولیت های امنیتی کشورشان کنترل زندان بگرام را نیز به گونه کامل به عهده بگیرند. By March 2013, all security for ISF bases and construction sites are scheduled to transition to the APPF. با این حال گفته های وجود دارند که انتقام جویی میان ناتو و افغان ها افزایش یافته و ادامه این روند ماموریت جامعه جهانی را به شدت آسیب پذیر خواهد ساخت. حکومت افغانستان در تلاش است تا برای تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون نقش نهادهای معتبر داخلی و خارجی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده از بین ببرد. دکتر عبدالله رئیس شورای ائتلاف ملی با بیان این مطلب میگوید رهبری حکومت افغانستان در تلاشند تا افراد وابسته به خود را در نهادهای انتخاباتی بگمارد و همچنان حکومت افغانستان را به از دست دادن فرصتهای 10 ساله گذشته متهم کرد. دکتر عبدالله رئیس شورای رهبری ائتلاف ملی در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان در تلاش است تا نقش نهادهای معتبر ملی و بین المللی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده از بین ببرد. وی افزود رهبری حکومت افغانستان افراد وابسته به خود را در نهادهای انتخاباتی گماشته است. وی همچنان حکومت رئیس جمهور کرزی را متهم کرد که از فرصتهای به وجود آمده در 10 سال گذشته استفاده درست کرده نتوانست. برداشتی که مردم از انتخابات دارن متاسفانه همیست که یک پروسه شروع میشه، بعد تقلب صورت میگیره و نتیجه تقلب هرچی بود نتیجه رأی مردم انتظارش ندارن، مردم انتظار نتیجه تقلب دارن. با این حال ائتلاف ملی افغانستان در حالی که بر قانونمندی و رهبریت افغانی پروسه انتخاباتی تاکید می کند اما به صورت جدی از جامعه جهانی می خواهد تا استقلال و بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات و عدم مداخله ی حکومت در این زمینه را تضمین نماید. در این حال آقای عبدالله از شورای ملی نیز می خواهد تا با در نظر داشته نقش نظارتیش از عملکردهای حکومت شفافیت و بهبودی روند انتخاباتی را در اولویت کاریش قرار دهند. آقای عبدالله همچنان با انتقاد از عملکردهای حکومت رئیس جمهور کرزی در زمینه گفتگوهای صلح میگوید تا اکنون این روند ایت نتیجه ای را در پی نداشته است و مردم افغانستان از موضوعات مهم و سرنوشت ساز آگاهی کامل نداشته و در ابهام به سر میبرند.
در این مرحله خاص بعد از 10 سال از حضور جامعه بین المللی در افغانستان و کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته، من فکر میکنم که تشویش های مردم افغانستان به مراتب بیشتر است. اگر سال گذشته را فکر کنیم، اگر 10 سال قبل فکر کنیم، هر روز تشویش مردم به عوض کمتر شده بره بیشتر شده می. به گفته آقای عبدالله، مردم افغانستان مخالف نظام طالبانی در افغانستان نیز هستند. این در حالی است که به گفته شماری از آگاهان سیاسی، رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا از وضعیت کنونی کشور به نفع خود برای باقی ماندنش در پست ریاست جمهوری استفاده سو نماید. اما این گفته ها همواره از سوی مقامات حکومتی مورد تایید قرار نگرفته است. 60% مردم آمریکا باور دارند که جنگ افغانستان ارزش هزینه های آن را ندارد و نزدیک به همین رقم خواستار خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان هستند. نظرسنجی انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد که اکثر مردم این کشور از جنگ افغانستان خسته شدند و خواهان پایان هر چیز سریع‌تر این نبرد طولانی می‌باشند. این در حالی است که نفرت مردم افغانستان از نیروهای خارجی پس از قرآن سوزی و کشته شدن افراد بیگناه از سوی آنان نیز افزایش یافته است. نظرسنجی را که شبکه بی سی و روزنامه واشنگتن پست آمریکا انجام داده است نشان می‌دهد شمار افراد مخالف و جنگ واشنگتن در افغانستان از رقم 35% نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. اشتراک کنندگان در نظرسنجی گفتند که جنگ طولانی مدت آمریکا در برابر شورشان سبب هزینه‌های انگفت اقتصادی و تلفات انسانی شده است. با این حال 54% مردم آمریکا خواهان خروج سربازان آمریکایی حتی در حالت شدند که نیروی افغان به صورت کافی آموزش ندیده باشند تا جنگ در برابر طالبان را ادامه دهند. از هر 10 فرد وابسته به حزب دموکرات ها و افراد مستقل، 6 تن آنان از خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت می کند و از هر 10 حامی حزب جمهوری خواهان 4 نفر از این موقف حمایت می کند. با این حال تنها 30% مردم آمریکا باور دارند که اکثر افغان ها با راهبرد فعلی آمریکا در کشورشان موافقند. این در حالی است که تنش میان مردم افغانستان و نیروهای آمریکایی پس از سوزانده شدن نسخه‌ای از قرآن کریم افزایش یافته است و انتظار می رود که کشتار اخیر کودکان و افراد بیگناه در قندار از سوی سربازان آمریکایی خشم و انزجار مردم افغانستان را از آنان به گونه‌ای بی سابقه تشدید نماید. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن تصمیم دارد سربازان خود را تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج نماید و تا این مدت مسئولیت‌های امنیتی را به تدریج به نیروهای امنیتی افغان واگذار کنند. ایجاد خط آهن در تمام ولایات افغانستان ضروری بود از نیازمند خط آهن می باشد. وزارت معادن کشور با بیان این مطلب می گوید کمیته اقتصادی حکومت روی این مسئله بحث می کند تا چگونگی ایجاد خطوط آهن در سراسر کشور را بررسی نمایند. از سوی هم خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که حکومت ها و یا شرکت های وابسته به چین، هند، ایران و پاکستان برنامه هایی را برای احداث راه آهن در سراسر افغانستان دارند. در حالی که گفته می شود اقتصاد افغانستان بعد از سال 2014 روی استخراج معدن استوار است، در حال حاضر تلاش ها به این منظور صورت گرفته. منوشته خبرگزاری از اسوسییتد پرس، حکومت و یا شرکت های وابسته به چین، هند، ایران و پاکستان برنامه را برای احداث راه آهن در سراسر افغانستان دارند. خبرگزاری نوشته است یکی از دلایلی که این کشورها علاقمند احداث راه آهن در افغانستانند این است که شرکت‌های آنان بتوانند مواد طبیعی از معادن غنی افغانستان به بیرون از این کشور بفرستند. در همین حال گفته می شود که حکومت افغانستان از شرکت چینایی که قرار است استخراج معدن مس آینک را آغاز کند خواسته است تا راه آهنی را به طول 920 کیلومتر احداث کند که این پروژه پاکستان را از طریق مرکز افغانستان به خط آهن قبلا احداث شده در بندر حیرتان وصل خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حکومت افغانستان همین اکنون با شرکت هندی که قرارداد استخراج آهن از معدن آجیک برای سپرده شده مشغول مذاکرات است تا یک پروژه دیگر راه آهن را تمویل کند. در از طریق اقتصادی ایجاد خطوط آهن هم یک موضوع بسیار عمده بود که روش به صورت گرفته و برنامه ما جانب حکومت افغانستان وجود داره. از سوی هم بانک انکشاف آسیایی نیز برای ایجاد خط آهن در افغانستان تاکید میکند. مسئولین در این بانک میگویند برای افغانستان بسیار مهم است تا مواد استخراج شده از معادنش را به بیرون صادر کند. بانک انکشاف آسیا پروژه راه آهن از ازبکستان را که ارزش آن 165 میلیون دلار بود تمویل کرد و اکنون از برنامه حمایت می‌کند که هدف آن وصل کردن افغانستان توسط خط آهن
با 5 کشور همسایه است، اما اکنون نیز مشکلات در راه تطبیق این پلان وجود دارد. فرید استار رئیس انستیتوت آسیای مرکزی و قفقاز در پانتون جان آپکنز واشنگتن میگوید افغانستان یک کشور کلیدی و نقطه تقاطع مهم در منطقه است، اما موجودیت خشونت های طالبان تطبیق پروژه احداث راه های آهن در افغانستان را به یک خواب مبدل کرده است. که ریلگاری فتلی جوریگی یا مثلا دغه 5 سکیم سلسله چوا او یاد سنور زیربنای پروژه د افغانستان لپاره په ګټه دی. افغانستان وو چندی سال پیش باید ای خطر ایل احداث بشه، نظر به موانعی که بود یا حکومت های وقت امکاناتش نداشت یا همین ارتباطات که فیلین و افغانستان از نگاه سیاسی اقتصادی ایجاب میکنه ای بس با آمده بود برشان. اگر دید همسایه ما چندین سال پیش از ما همزمان انتقال خود گرفته ما با 50 سال پیش خطر ایل داشتن. این در حالی است که به باور اسوشیتد پرس اگر حکومت کرزی نتواند پس از خروج نیروهای آمریکایی از وقوع یک جنگ داخلی در افغانستان جلوگیری کند، شرکت هایی که علاقمند به سرمایه گذاری اند این کشور را ترک خواهند کرد و در آن صورت باز هم پروژه های احداث راه های آهن در افغانستان تطبیق نشده و به خاک یکسان خواهد شد. 4 تن مهمات از مناطق مختلف ولایت بغلان به دست نیروهای پلیس افتاد. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنی بغلان میگوید که این مهمات در چند عملیات جداگانه از مناطق بغلان مرکزی و خنجان به دست آمده است. در بغلان ولایت به مختلف نقطه که با کمال از دول چی شپر از میل مختلف نو سلا شپر زد وسط و زد پرسنل مینمه و هم در رنگ تر دو تن اضافه مهمات در مختلف سلاو لکه در هوا من در راکش من دستی بمن در زیکویاک مرمی در پیکا مرمی او در نور مختلف نو سلاو مهمات پلاس را ولی در پلاس خاص پلاس را غیر. این بود خبرهای داخلی. خبرهای خارجی هم لحظه بعد تقدیم خود. پاکستان. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید پارلمان ملی بالاترین مقام در بررسی و تصویب قانون اساسی در پاکستان است و هر گونه اقدام برای نوشتن نامه به مقام های سوییس در جهت پرونده پولشی آصف علی زرداری باید تحت نظر نهاد انجام شود. گیلانی در گفتگو با خبرنگاران در شهر لاهور گفته است وی برای نوشتن نامه به مقام های سوییس در زمینه بررسی پرونده های پولشویی علیه رئیس جمهور این کشور نیاز به مشورت ندارد، اما بر اساس قانون اساسی در این زمینه پیگیری خواهد شد. دیوان عالی پاکستان پیشتر نخست وزیر را رسما برای بی‌اعتنایی به احکام دادگاه متهم دانسته است و هفته گذشته نیز با صدور حکمی از گیلانی خواست تا پرونده پولشویی رئیس جمهور این کشور را از طریق نامه به مقام‌های سوییسی به جریان اندازد، اما نخست وزیر پاکستان تمایل به پیروی از احکام دیوان عالی این کشور برای ارسال نامه به مقامات سوییسی از خود نشان نداده است. این در حال است که دادگاه عالی پاکستان گفته است یوسف رضا گیلانی باید تا روز 21 ماه مارچ گزارش کامل در این زمینه به دادگاه ارائه کند و گفته سازمان ضد فساد مالی پاکستان میلیون ها دلار از پاکستان با فساد از پولشویی به بانک های سوئیس منتقل شده که در این رابطه آصف علی زرداری متهم است. اما نخست وزیر پاکستان میگوید رئیس جمهور با عنوان شخص اول مملکت از حق مسئولیت قضایی برخوردار است. گیلانی درباره رابطه مجدد پاکستان و ایالات متحده آمریکا نیز گفته است پارلمان پاکستان به زودی توصیه و شرایط لازم را برای برقراری مجدد و نوع تعاملات با دولت آمریکا ارائه می کند. سوریه. کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه نسبت به دومین دور مذاکراتش با بشار اسد که روز یک شنبه انجام شد ابراز خوشبینی کرده است. انان گفته است که برای پایان خونریزی ها در سوریه پیشنهادات اساسی را داده، اما در این حال از آن کرده که هنوز توافق در این باره حاصل نشده است. بشار اسد دیکتاتور سوریه در اداره قبلی خود با انان انجام هر گونه مذاکرات با مخالفانش را رد کرد
و گفته بود تا زمانی که به گفته او گروه های توریستی در کشورش فعال هستند چنین مذاکرات انجام نمی شود. کوفی انان که برای یافتن رای حلی به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه روز شنبه وارد دمشق شد، به دنبال برقراری آتش بس بین ارتش و مخالفان دولت و نیز فراهم شدن امکان امداد و ارائه کمک بشر دوستانه در مناطق آسیب‌دیده سوریه است. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، مخالفان دولت گفتند نیروهای ارتش به حمله خود به شهر ادلب در نزدیکی مرز ترکیه ادامه دادند. گفته می شود که ادلب به پایگاه اعضای ارتش آزاد سوریه تبدیل شده است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کوفی انان پس از سفر دو روزه خود به دمشق راهی قطر می شود. بر اساس گزارش ها انتظار می رود آقای انان به ترکیه نیز سفر کند. ارتش سوریه به دنبال مهار شورش هایی است که به طور فزاینده شکل مسلحانه به خود می گیرند. این مخالفت ها نزدیک به یک سال پیش ابتدا به صورت تظاهرات مسالمت آمیز دموکراسی خواهانه آغاز شد، اما به دنبال برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان دو طرف به اقدامات مسلحانه رو آوردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از زمان آغاز خشونت ها در سوریه بیش از 7500 نفر جان خود را از دست دادند. مخالفان دولت گفتند روز یکشنبه همزمان با رایزنی کوفی انان در دمشق دست کم 17 غیر نظامی و 16 مخالف دولت در شهر ادلب کشته شدند. آنها میگویند 20 نفر از سربازان دولتی نیز جان خود را از دست دادند. فلسطین در تازه‌ترین دور حملات جنگنده های اسرائیل به نوار غزه 27 تن مجروح شدند. جنگنده های اسرائیلی صبح روز دوشنبه چندین محله را در نوار غزه آماده حملات خود قرار دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تلاویو تا زمانی که نیاز باشد به حملات خود ادامه خواهد داد. سخنگوی خدمات اسرائیلی حماس گفته است جنگنده های اسرائیلی دست کم 4 حمله به شمال غزه و اطراف این منطقه از جمله به یک منزل مسکونی در اردوگاه آوارگان جبالیا انجام دادند که در جریان آن 27 نفر زخمی شدند. اکثر این زخمی ها را کودکان تشکیل می دهند. حملات جدید اسرائیل همچنین در حال انجام شده است که مقام های حماس اعلام کردند تلاش های مصر برای میانجیگری به منظور آتش بس بین دو طرف نتیجه ای نداشته است. حملات هوای اسرائیل به غزه که از روز جمعه شدت گرفته تا کنون 18 کشته بر جا گذاشته است. ترکیه دست کم 11 کارگر ساختمانی پس از آتش سوزی در خیمه محل زندگی آنها در یک محوطه ساختمان سازی در شهر استانبول ترکیه کشته شدند. این آتش سوزی در محل ساخت یک مرکز خرید در محله اسنیورد روی داد. ماموران آتش نشانی پس این روی داد در تاریکی شب اجساد این کارگران را خاری ساختند. شهردار اسنیورد گفته است که زن آن می رود آتش سوزی در اثر استفاده از یک بخاری برقی روی داده باشد. و همچنان گفته است که تصور می شود 11 تا 14 کارگر در این حادثه جان باخته باشند. آب مطالعاتی که زیر نظر سازمان ملل متحد انجام شده است نشان می دهد که میزان تقاضا برای منابع آب در جهان به شدت نگران کننده شده است و لازم است در این باره به گونه بنیادین بازنگری شود. این گزارش در نشست مجمع جهانی آب در شهر مارسی فرانسه منتشر شده و در آن آمده است که تقاضا برای منابع آب، منابع غذایی زراعتی، منابع انرژی و خدمات بهداشتی در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که تغییرات اقلیمی باعث می شود روند بارندگی ها تغییر کند که موجب بروز خشکسالی های گسترده تر و آب شدن یخچال های طبیعی می شود و در نهایت میزان تولید و عرضه منابع مورد نیاز جهان را کم می کند. سازمان ملل متحد می گوید آسیا محل زندگی 60% جمعیت دنیاست، اما تنها نزدیک به 1/3 منابع آب جهان را دارد. خبرهای ساعت با نشر چند تصویر خبری به پایان میرسد. شاد، موفق و کامگار باشید. で、お昼ご準備してるの。また寝られますよ。
فوکوشیما. نام بر فوکوشیما.